مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی رو از نیویورک همراهمون داریم با طرح این سوال در این باره جناب آقای محمدی صحبت هایی که مطرح کردند آقای پومپو درباره کمک‌های عربستان و رنجی که سیاست‌های ایران برای مردم یمن داره چه در خصوص سیاست آمریکا در این مناقشه میگه ببینید سیاست امریکا در خاورمیانه میانه ایجاد ثبات هست در همه جای دنیا تلاش دولت امریکا همیشه ایجاد ثبات بوده برای براه انداختن تجارت، کسب و کار و رابطه میان ملت ها. اما آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده در منطقه خاور میانه افزایش بی است. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم بحرانزا و بحرانزی هست. هم بحران ایجاد میکنه و هم در درون این بحران ها زندگی میکنه. تنش جزء فعالیت های روزمره مقامات جمهوری اسلامی است اصولا اینها به دنبال کاهش رنج انسان ها نیستند شما به کمک های جمهوری اسلامی به حوسی ها نگاه بکنید معمولا کمک های انسان دوستانه دارو غذا در اینها به چشم نمیخوره بیشتر سلاح هست در سوریه هم به همین شکل هست در جای دیگه هم که جمهوری اسلامی دخالت میکنه عمدتا جنگجو ارسال میکنه و سلاح ارسال میکنه کمک های انسان دوستانه رو ما بسیار در این موارد کم می بینیم در سوریه چرا نشست آستانه به بمبست خورده ببینید بمبستش ناشی از بمبست وضعیت هست یک نوع توافق میان روسیه، ترکیه و ایران در مورد آینده سوریه به چشم نمیخوره چون در مورد ادلب اینها با هم توافق ندارن ایران و روسیه به دنبال این هستن که ادلب رو هم اشغال کنن در اختیار اسد قرار بدن اما ترکیه مخالف هست مخالفان دولت سوریه هم به دنبال نوعی چارچوب هستند برای اینکه در آینده سوریه نقش داشته باشند دولت سوریه منکر این موضوع هست به همین دلیل هم هست که نشست آستانه بیشتر به نشست تفریحی و اطلاف منابع سازمان ملل تبدیل شده و از صحبتهای برایان هوک در مورد حمایت ایران از شیعیان بحرین رو چطور تحلیل میکنید؟ خب ایران در هر کدام از کشورهای منطقه که جای پای برای خودش پیدا بکنه تلاش میکنه که این نیروها رو آموزش نظامی بده کمک بکنه پشتیبانی تبلیغاتی از اونها داشته باشه در مورد بحرین هم درست مثل بقیه کشورها به همین روال جمهوری اسلامی در طول چل سال گذشته عمل کرده البته عربستان سعودی از پانه نشسته در کنار قرار نگرفته در بحرین ابتدای دخالت جمهوری اسلامی تلاش کرد که این راه ها رو ببنده اما مقامات جمهوری اسلامی بله؟ در این موازه در این موارد معمولا سرسختانه عمل می کنند از پا می ممنون از توضیحاتتون